سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. همونجور که قول داده بودم تو این ویدیو قرار با هم کیمباب درست کنیم. هیچ ایده ای ندارم که قرار چجوری بشه، چون دفعه اول هم دارم امتحان میکنم دیگه. همین، اگه دوست داشتین تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. خب اول از همه چیزایی که لازمه برای درست کردن کیمباب رو میخوام آماده بکنم که حالا جلو دستم باشه که خیلی نخوام ریخت و پاش کنم آشپزونه رو. پس دونه دونه الان میارم اینجا میچینمشون، بعد شروع کنیم. خیلی خب، واسه کیمباب دو تا چیزی که حتما نیازه که حالا داشته باشین، یکیش همین برگ جلبک هاست، یکیش هم برنج کره‌ایه. بقیه موادی که داخلش میذارن، حالا مثلا یا میتونیم کامل مثل مال کره‌ای باشه، یا یکم بیاین تغییرش بدین، یعنی مثلا حالا یه ذره به ذائقه خودمون بخواد نزدیک باشه، میتونیم چیزای دیگه هم حالا هر چی که دلتون خواست داخل حالا این برگای جلبک بذارین. که حالا من تصمیم گرفتم هم هاتداک سرخ کنم وسطش بذارم با از این رولت های تخم مرغ، بعد با هویج، شاید یه ذره کیمچی هم لاش گذاشتم، نمیدونم، حالا شاید این کار بکنم، و اسفناج. اسفناج و هویج توی دستور پختش هستش، یعنی حتی کره‌ای هم اسفناج و هویج رو میذارن، ولی حالا مثلا اونا ترشی تروب هم میذارن که حالا من ترشی تروب ندارم پس کنسله. چیزای دیگه هم میذارن دیگه، منتها حالا ما میخواییم یه ذره عوضش کنیم، ایرانیش کنیم که به ذائقه‌ام بخوره دیگه. همین، اگه دوست داشتین حالا ببینیم چجوری میشه. و اینکه خب کیمباب شبیه همون سوشیه، منتها ماهی خام و اینا وسطش نداره، چیزای دیگه تقریبا میشه گفت بیشتر سبزیجات فکر میکنم لای اون برگ جلبک میذارن. حالا بعضیاشون یه سری ماهیای مخصوص هم میذارن، منتها ماهی خام نمیذارن. حالا دیگه بریم ببینیم چجوری میشه. و اینکه حس میکنم خیلی قرار ضعف کثیف بشه، چون که خیلی انگار چیز میز میخواد که آدم درست بکنه، فکر میکنم کثیفکاری زیاد داره. حالا دیگه بریم دیگه. فکر میکنم برنج کره‌ای یا پیمونه بس باشه. خب من برنج رو گذاشتم بپزه. و اینکه من کیمباب رو یه بار توی رستوران کره‌ای خوردم، بعد اینجوری بگم که اونجا به طرز عجیبی هیچ مزه‌ای نداشت. یعنی مثلا ماها عادت داریم به غذاهامون خب نمک میزنیم، ادویه میزنیم، ولی اونی که من توی رستوران کره‌ای خوردم کیمباب رو، رسما میتونم بگم هیچ مزه‌ای ازش حس نمی‌کردی، کاملا حس می‌کردی که داری یه چیز بی‌نمک بی‌مزه می‌خوری. و اگه مثلا کیمچی کنارش نذاشته بودن خادی نمیشد خورد. منتها من اینجوری حالا درست نمیکنم. حالا ما عادت داریم که به غذاهامون هم نمک بزنیم، هم ادویه بزنیم. حالا من برنجم حتی گذاشتم بپزه، نمک زدم که بپزه. حالا من خودم نمک اینا میزنم، منتها میگم اون که من تو رستوران کره‌ای خوردم خیلی بی نمک بود. حالا نمیدونم واقعا مدلش همون جوریه یا اونجوری بود، ولی کلا فکر کنم غذاشون خیلی سالمه، خیلی مثلا نمیدونم شاید خوش نمک اینا نباشه، ولی اون اصلا نمک نداشت، یعنی نمیشه گفتش کم داشت، اصلا نداشت. نمیدونم. خیلی خب، الان بریم هم هویجا رو خورد کنیم، هم هاتداگا رو، بعدش هم سرخشون کنیم که واسه داخل کیمبا. خیلی خب، من اسفناجا رو شستم، کاملا تمیز شد، الان میخوام بذارمشون بپزه.
مزه برنجش خیلی با برنج خودمون فرق داره. یه طعمی داره انگار با گلاب مثلا پخته باشی برنجو، یه همچین طعمی داره. مثلا برنج خودمون خوشمزه تره. یه خطایی روشه، نمیدونم میبینید یا نه، شبیه نقطه چینه. از این ور بیشتر شاید معلوم باشه اینهاش. نمیدونم حالا این خطه واسه اینه که این شکلی بپیچمش از این خطا بعدم برش بزنم یا این طرفی. یه بار حالا یه دونش رو اینوری میپیچم یه دونه اونوری ببینم چه شکلی میشه. بچه ببخشید، من میخواستم خیلی بهداشت رو رعایت کنم ولی این دستکش ها خیلی بزرگن واسم، بعد اصلا نمیتونم باشون کار کنم. من تا خیالتون راحت دستم شستم اگه خواهم دست بزنم. چون این چاقوه چون اره‌ایه این جلبکه رو راحت‌تر میتونه ببره، بعد پایینش رو با این راحت‌تر میشه. واسه من دارم دو تا چاقو همزمان استفاده میکنم که خراب نشه. تا الان هر چی غذای کره‌ای من امتحان کردم که درست کنم به شدت غذاهای پر زحمت و زمانبری هن اکثرشون، یعنی قشنگ بعدش کمر آدم خواد بشکنه.
کیمچی هم بذاریم کنارش. خیلی خوب بیاین تست کنیم ببینیم چجوری شده. واقعا کمرم داره میشکنه، یعنی تا الان هر غذای کره‌ای که درست کردم بعدش وضعیتم همینجوری بوده. غذاشون خیلی زحمت داره واقعا. من یه ذره سس سویا هم ریختم تو این که بزنم تو این بخورم ببینم خوشم میاد یا نه. فکر کنم خیلی شد، خیلی شد. چون نمک زده بودم به برنج، برنج کم شور شده بود، بعد سس سویا ایده خوبی نبود، چون سس سویا میذاره حالت شوری داره، خیلی شور شد. حتی من زیاد زدم، میذاره من اینجوری بزنم داخلش کوچولو. با اینکه من به برنج نمک زدم و حالا مثلا سعی کردم بی نمک نباشه مثل اونی که توی رستوران کره خورده بودم، فکر میکنم کلن ماهیت غذاش اینجوریه که خیلی تموم مزه خاصی قرار نیستش اس کنی. به نظر من مکملش حتما کیمچیه، یعنی فکر میکنم کیمچی و پیشش باشه حتما وقتی میخواییم بخورین، و یعنی خالی بخواییم بخورین خیلی یه جوریه واسه تون. و یه سه دیگه هم بگم، اگه حالا خواستید به جلبک بخرین و درست کنین، این برگ جلبک ها یکم بوی ماهی میده، یا حالا مثلا دریا ماهی. من کلا حالا آدم بد غذایی نیستم، ولی اگر حس میکنین که از ماهی و بوی ماهی و اینا بدتون میاد، گرچه موقع خوردنش خیلی به نظر من بوی ماهی نمیده، ولی خب اگه یه نفر حساس باشه از ماهی خوشش نیاد، ممکنه خوشش نیاد. واسه همین میگم که اگه از ماهی و اینا بدتون میاد، نمیدونم حالا ممکنه مثلا خوشتون نیاد، ولی اگه با ماهی اوکی اینو کلا بد غذا نیستین، به نظر من میارزه که بخواین بگیرید و امتحان کنین. کلن امتحان کردن غذای جدید خوبه، ولی در غیر این صورت اگه حس میکنید که ماهی دوست ندارین، به نظر من امتحان نکنید، بهتر حال باز خودتون میدین. دیگه اینم از این، مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. خدافظ.